بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز من سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، سرحال، پر انرژی و قبراغ باشه. با ادامه بحث آمار در خدمتتون هستیم. انشاءالله امروز قسمت آمار دهم رو تمومش میکنیم و انشاءالله جلسه آینده بحث آمار یازدهم رو میبریم جلو. بحث آمار دهم قسمت آخرش مونده که ما با همدیگه منحنی نرمال رو اول میگیم، بعد میریم سراغ نمودارها. بریم سراغ منحنی نرمال، ببینیم منحنی نرمال به چه صورته، اصلا جریان چیه، مطلبی که توی کتاب نظام قدیم نبوده برای شما و اضافه شده توی نظام جدید، و میشه سوالهای قشنگی هم ازش مطرح کرد، سوالهایی که خیلی نمیتونه اذیتت بکنه، اگه یه مقدار مفهوم رو بفهمی زیاد اذیت نمیشه. ببین اول بیا نمودار رو با هم بررسی بکنیم. این نموداری که ما داریم، من اینجا کشیدم برات، این نموداره خیلی کمک میکنه که بتونیم خیلی از مطالب رو متوجه بشیم. خوب دقت کن، ما یه منحنی نرمال داریم. خب حالت زنگوله است، حالت زنگه. خب این منحنی نرمالی که داری میبینی حالت زنگه، داده های ما رو داره دستبندی میکنه، داره به من نشون میده، میگه آقا داده های شما وضعیتش چجوریه. خب حالا نگاه کن، برای اینکه این منحنی رو شما بتونی تجزیه و تحلیلش کنید، احتیاج به دو تا چیز داری، یکی ایکس بار یعنی میانگین، و یکی واریانس جذرش رو بگیر میشه انحراف معیار. شما اگه این دوتا رو داشته باشی، یعنی میانگین و انحراف معیار رو داشته باشی، میتونی تجزیه تحلیل حالت منحنی نرمال رو انجام بدی. یه دو سه تا قسمت باید یادت بمونه ها. چی؟ آقا ترابی چی باید یادم بمونه؟ دقت کن. اول اینکه این دستبندی که ما الان کشیدم برای نمودار داری میبینی، باید حفظش کنی. این وسط که داری میبینی خب میانگینه دیگه، میانگین همیشه کجاست؟ وسطه. میانگین وسطه. اما نگاه کن، یه ذره که برم جلوتر، یه کوچولو برم جلوتر، چی بهش اضافه میشه؟ به این ایکس بار من یه انحراف معیار اضافه میشه. یه ذره بری جلو، پس من ایکس بارم، یه دونه برم جلو یه دونه انحراف معیار اضافه میشه، یه دونه برم جلو بازم یه دونه دیگه اضافه میشه، یه دونه دیگه بری جلو بازم یه دونه اضافه میشه. یعنی چی؟ یعنی این که اینجا یه دونه برم جلو، ایکس بار به علاوه زیگما اضافه میشه، یه دونه دیگه بری جلو یه انحراف معیار دیگه بهش اضافه میشه. همین جوری، یعنی میشه ایکس بار، نگاه کن، ایکس بار، ایکس بار به علاوه زیگما، ایکس بار به علاوه دو زیگما، ایکس بار به علاوه سه تا. الان حواست باشه بری عقب ازش کم میشه. درصد دارم نگاه میکنم و یاد میگیرم، میگم 34% دادهای من اینجاست، 34% هم اینجاست، تقریبیه. حالا مثلا میگه 33 خورده ای، 34 تقریبی، 34% تقریبا اینجاست. یعنی از x بار منهای زیگما تا x بار به علاوه زیگما یه محدوده ای داره. میگم این محدوده ای که داره، خب چند درصد داده است؟ تقریبا 68% داده است، درسته؟ خب محدوده دوم، ببین محدوده دوم دو تا چیزم بهش اضافه کن، یه 14% اینجا اضافه میشه، یه 14% هم اینجا اضافه میشه. یعنی از این اول تا این آخر به اون 68 28% اضافه کن، میشه چقدر؟ میشه 96% تقریبا، درسته؟ ما اگه از این ور 28% اضافه کنیم، تقریبا میشه 96% تقریبا.
یعنی فاصله x بار منهای دو سیگما و x بار به علاوه دو سیگما تقریبا چنده؟ 96%. اما از x بار منهای 3 سیگما تا x بار به علاوه 3 تا سیگما تقریبا چقدره؟ آقا تقریبا 99.9%. اون 0.1%ش هم میگن آقا ممکنه که خطایی داشته باشه، تقریبا میگن 99.9% یا تقریبا 100% کل داده ها رو داره پوشش میده. حالا یه سری چیزا هستش که دیگه برای اینکه وارد اون جزئیات نشیم ان شاءالله دانشگاه میخونی جریانش چیه، فقط من اینو میخوام یادش بگیری. 68% داده ها کجاست؟ x بار منهای زیگما، x بار به علاوه زیگما. 96 x بار منهای 2 زیگما، x بار به علاوه 2 زیگما. 99.9 x بار منهای 3 زیگما، x بار به علاوه 3 زیگما. تموم شد. یعنی بچه ها ممکنه طراح سوال اذیت بکنه، از همین نموداری که داری میبینی اذیتت کنه. یعنی چی بهت بده؟ یعنی اینجوری بهت بده، دقت کن، یعنی بگه از x بار منهای 3 تا زیگما تا x بار به علاوه زیگما چند درصد داده ها رو پوشش میده؟ خب میدونی 1-2% اینجاست، 1-14% اینجاست، 16%، 1-34% اینجاست و 34% هم اینجاست. اینا رو با هم جمع میکنی. مثلا میگه از x بار منهای 2 زیگما تا x بار به علاوه 3 تا زیگما کدوم؟ خود جمعش کنی که تو اینو بلد باشی حفظ کنی، هیچ کاری نداره. 34 34 14 14 22 دیدی؟ کاری نداره. اینم از اما این نکته بسیار مهم، نکتمون چی میتونه باشه بچه ها؟ نکته اومده گفته روی قوطی ها یا بسته‌بندی مواد غذایی، خب در مورد وزنشون نوشته میشه. چجوری مینویسن؟ میان اینجوری مینویسن. دیدی دیگه، حتما همتون دیدین. رفتی جنس خریدی، روش نوشته مثلا 200 مثبت منفی 2. یه دفعه اصلا تا حالا دیدی بگه 200 مثبت منفی 100؟ نداره که، همچی چیزی وجود نداره که. مثلا میگه تو رفتی 200 گرم خریدی، ممکنه 100 گرم اضافه، اصلا وجود نداره همچین چیزی. اینقدر خطا. حالا کتاب نظام قدیم یه سری چیزای خطا اینا داشت، اینا عوض شده، یه جور دیگه داره بیان میشه. میگه آقا یه همچین چیزی رو داره بهت نشون میده، x بار به علاوه منهای 2 زیگما. یعنی چی؟ یعنی محدوده‌ای که داره بهت نشون میده از x بار منهای 2 زیگما تا x بار به علاوه 2 زیگما، این محدودشه. خب روی یک بسته پفک خیلی خوشمزه یه همچین چیزی نوشته. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه بار باید بنویسیم 250، نگاه کن اینجا، 250 منهای 2 زیگما. الان 2 زیگما تو اینجا چنده؟ 3. ببین اول اصلا به فرمول نگاه نکن، یه بار منهاشو بنویس و یه بار مثبتشو بنویس. تموم شد، درسته بچه ها؟ پس یه بار می نویسی 250 منهای 3، یه بار می نویسی 250 به علاوه 3. خب حالا چی کار میکنم؟ 250 3 تا ازش کم کن، چی میشه؟ 247. 250 3 تا بهش اضافه کن، میشه 253. اوکی اینجا قبوله؟ خب پس ببین، اگه یه همچین سوالی بهت داد، گفت مثلا 50 مثبت منفی 2، یه بار میگی 50 منهای 2، یه بارم میگی 50 به علاوه 2، یعنی محدوده تو ممکنه 48 باشه تا 52،
یعنی بین اینا ممکنه خطا وجود داشته باشه، ممکنه این بالا پایین شده باشه. خب حالا این چیزی که نوشته رو میتونیم تجزیه تحلیلش هم بکنیم. من با اون چیزی که گفتم اون پنجاه بود، با اون پنجاه میخوام یه چیزی بگم. مثلا میگه ما عددی که بهمون نشون میده 50 مثبت منفی 2ه. الان قطعا داری جوابو میگی، میگی آقا یه بار 50 منهای 2 یعنی 48، یه بار 50 به علاوه 2 یعنی 52 میشه، درسته؟ ببین از این ممکنه سوال بهت بده، بگی آقا میانگین، واریانس یا انحراف معیارش کدومه، چی کار میکنی؟ اینو یادت باشه. بگو آقا ترابی به من گفت، شاگرد گل من، حواست باشه این چیزی که اول نوشتم ایکس بار منهای دو زیگماه. چیه؟ ایکس بار منهای دو زیگما. خب آقا ترابی اون دومیه چیه؟ خب ایکس بار به علاوه دو زیگما دیگه. دیدی جریان چیه؟ این محدوده ای که نوشتم دقیقا داره اینو بهت میده، میگه آقا از ایکس بار منهای دو زیگما تا ایکس بار به علاوه دو زیگما رو داره شاملش میشه، درسته؟ حالا من اینو میخوام دستگاه حلش کنم، بیا این پایینیه رو پاک کنم. خب ببین اونجا رو، ما الان گفتیم ایکس بار منهای دو زیگما، این اصلا مربوط به این سوال نیستش اصلا بیخیالش، میشه 48، ایکس بار به علاوه دو زیگما هم شده 52. زیر هم نوشتم دیگه، تو بلدی دستگاه حل کنی، تو شاگرد زرنگی هستی، میتونی دستگاه اینو حلش بکنی. خب نگاه کن دستگاه چیکارش میکنی، یه خط بکش زیرش، دستگاه زیر هم دارن با هم میجنگن دیگه، خب این با این میره مثبت و منفی، یعنی دو تا ایکس بار شده چقدر؟ 48 و 52 میشه 100، یعنی میانگین رو به دست آوردی 50، درسته؟ میانگین رو تو الان به دست آوردی 50. حالا میانگین به دست اومد، بیا جایگذاری کن، از این ور انحراف معیارم به دست بیاریم، بریم جایگذاری کنیم. اگه بخوام جایگذاری کنم خب به جای این ایکس باره چی میذارم؟ 50 دیگه، 50 منهای دو زیگما شده 48، یعنی چی؟ جابجا کن، 50 منهای 48 میشه 2 زیگما، یعنی الان ما انحراف معیارمون چقدر میشه بچه ها؟ درود بر شما 1. پس ما هم انحراف معیار رو به دست آوردیم، هم میانگینه رو به دست آوردیم. اوکیه؟ این هم هست. بودیم قسمت بعدی. سوال اینجوری گفته که در یک سری از داده های آماری که منحنی آنها به صورت منحنی نرمال است، ایکس بار میانگین و انحراف معیار می باشد، تقریبا چند درصد داده ها در این بازه قرار دارد؟ یه زنگوله بر خودت بکش، یه زنگوله کشیدم. خب حالا قرار شدیم وسطیه رو اسمشو بذارم ایکس بار، درسته؟ دیگه کلکوله رو دیگه ذره قرار این که صاف باشه دیگه، یه ذره بیام جلوتر و یه ذره بیام عقبتر، میشه ایکس بار به علاوه زیگما و ایکس بار منهای زیگما، درست؟ اینا چند درصد بودن؟ 34 درصد. یادته؟ اصلا نمیخوام برم با دیگر رو، دارم چیزی که تو ذهنمه دارم نگاه میکنم. حالا دوباره یه ذره برو جلوتر، ایکس بار به علاوه دو زیگما،
ایکس بار منهای دو سیگما، مگه اونا 68 نبود؟ اینم باید هر کدوم 14% باشه دیگه، درسته؟ حالا بازم یه دونه میام عقب و یه دونه میام جلو. خب این چند درصده؟ خب اینم 2% بود دیگه. حالا از تو چی خواسته؟ بچه ها از ما خواسته ایکس بار منهای 3 زیگما اینجا تا اینجا گفته چند درصده. خب بریم حساب کنیم، درصدش رو میخوایم حساب کنیم. 1.2%، 1.14%، 16%، درسته؟ با 4.20 با 30 میشه 5. یه بار دیگه بریم، میشه 16 20 50، با 34 میشه 84، جواب میشه گزینه 4. یعنی من این تیکه رو تا اینجا میام جلو و حسابش میکنم. خیلی هم سوال آسونیه. نموداره رو اگه برای خودت بلد باشی و اوکی باشه خیلی آسون میتونی حلش بکنی. طراحای سوال اگر بخوان از این قسمت سوال بدن، سوال خوشگلی میشه داد و خلاقیت به خرج داد، اما مفهومه رو که بلد باشی مشکل نخواهی داشت انشاءالله. بریم بعدی. بریم بچه ها ادامه این نمودارها رو بهت بگم. جلسه گذشته نمودار میله‌ای رو بهت گفتم، حالت عمودی و برعکسش هم کنم حالت افقی رو به من میده. نمودار بعدی نمودار خط شکسته است. نمودار خط شکسته چیه؟ اینجا نوشتم دقیقا هر چی برای رسم نمودار میله‌ای گفتیم اینجا هم درسته، یعنی دارای دو محور افقی و عمودیه. رو محور افقی داده ها و رو محور عمودی فراوانی رو مشخص میکنیم. آقا تو رو یعنی چی؟ ایناش، یه محور داری اینجوری، یه محورم داری اینجوری. خب افقی و عمودی، افقیه اینجا دادهات اطلاعاتت، این بالا چیه؟ اینجا فراوانیته، درسته؟ پس داده ها و فراوانی. بعدش مثل نمودار میله‌ای خب رسمش کن، اما نقطه چین بکش. ببین نمودار میله‌ای میومدیم خط میکشیدیم، اما اینو بیا نقطه چین بکش برای خودت، اینجوری نقطه براش بذار. میبینی؟ مثلا میام دوباره اینجا ببخشین اینجا نقطه میذارم، اینجا مثلا نقطه میذارم. خب بعد که این کارو کردی بیا اینا رو به همدیگه وصلش کن. نمودار خط شکسته ما توی این حالت چی شد؟ درست شد. خیلی آسونه، یعنی همون نمودار میله‌ای بود که از قبل بهت گفتم خط چی میکشم میام بالا، اینا رو به هم دیگه وصلش کن، تموم شد. اوکیه. خب دو تا نکته مهم. نکته اول، نمودار خط شکسته بیشتر برای متغیر کمی فاصله ای استفاده میشه، اینا رو قشنگ یاد بگیر. نمودار خط شکسته برای مقایسه تغییرات داده ها بسیار مناسبه. پس جاهایی که تغییرات اهمیت داره از این نمودار استفاده میکنیم. بچه ها نگاه کنید، مثلا چی؟ الان خیلی بورس مود شده، یه هر کیو میبینی الان رفته تو بورس دیگه، بچه حالا از 18 سال که پایین نمیتونه بیاد، هر چند سال وارد بورس میشه و میاد چکم میکنه. تنها چیزی هم که بلده میره تو اون سایت کارگزاریش و بررسی میکنه قیمت ها رو. خب اون قیمت ها رو که داره بررسی میکنه نموداره، اون نمودار خط شکسته است. مثلا میگه قیمت این الان اینه، بعد اینه، بعد اینه، بعد اینه، اینجوری این قیمت میره بالا پایین، حالا این میاد پایین، این نمودار خط شکسته است دیگه. یعنی میاد بالا پایینه که داره میگه قیمت روز رو میگه، بعد
یه دقیقه بعدش رو میگه، بعد 2 دقیقه بعدش رو میگه. این نمودار خط شکسته است به همین راحتی. یعنی الان میفهمی که اهمیت آمار چقدر بالاست. حالا این آماره که بره جلو تجزیه تحلیل کردن، تجزیه تحلیل کردن و هر کدوم خودش یه اصولی داره. ما تجزیه تحلیل باید یاد بگیریم، حالا واسه اون بورسی که بهت گفتم. حالا بیخیالو، ما درس خودمون رو میریم جلو. سوال داده نمودار خط شکسته مربوط جدول زیر رو میخوایم رسمش کنیم. تهران، کرج، شیراز، قزوین، اهواز. خب بریم ببینیم جریان چیه. مقدارم اینجا جاش کمه، ولی خب سعی میکنیم تو همین جای کم بکشیم. من یه نموداری اگر بخوام بکشم دونه به دونه، اینجا رو میذارم تهران، اینجا رو میذارم کرج، اینجا رو میذارم شیراز، اینجا رو میذارم قزوین، اینجا هم میذارم اهواز. از همینجا به بچه های شیرازم سلام عرض میکنم، حسابی دلتنگ بچه های شیرازیم. خب نگاه کن، تهران رو گفته چند درجه؟ 30 درجه. کرج رو گفته 28 درجه. شیراز رو گفته 32 درجه. قزوین رو گفته 26 درجه. اهواز هم گفته خیلی گرمه دیگه، 53 درجه. اینا رو به هم وصل کن، به میگن نمودار خط شکسته. آسونه، بودو این بعدی. خب نمودار مستطیلی چیه؟ معمولا از این نمودار وقتی استفاده می کنیم که داده های آماری در یه بازهی برات گذاشته، محدوده گذاشته. مثلا گفته از 2 تا 5، 5 تا 8، 8 تا 11، 11 تا 14. خب بچه های نظام قدیم قشنگ می اومدن می خوندن که جریان اینا چیه، فاصله هاشون چجوریه و اینا. کتاب شما زیاد نپرداخته به این قسمت متاسفانه. این نمودارم از 2 تا محور افقی و عمودی تشکیل شده که رو محور افقی دسته ها، رده ها و یک مستطیل به ارتفاع فراوانی به موازات محور عمودی رسم میکنیم. آقا هیچی نفهمیدیم، یه اینجا اینم یاد بگیر. نمودار مستطیلی برای متغیرهای کمی مناسبه. بیا با هم رسمش کنیم اینو، قشنگ میفهمی جریان از چه قراره. چرا رفتی؟ خب من میام یه همچین چیزی میکشم. خب البته اینو جلسه قبلم فکر کنم گفتم بهتون، از 2 شروع میکنم تا 5، از 5 تا 8، از 8 تا 11، از 11 تا 14. درسته بچه ها؟ حالا میگم بچه ها از 2 تا 5 چند تا داره؟ 3 تا. از 2 تا 5 3 تا داره. یه مستطیل بکش اینجا هم 3، این هم مستطیله. از 5 تا 8 یه دونه داره. خب باش، یه دونه هم اینجا بکش. از 8 تا 11 2 تا داره، یه ذره بیا بالا. این 2 تا داره. از 11 تا 14 هم که 4 تا داره. اینم از این. جلسه قبلا بهت گفتم که ما توی همچین سوالی یا اصلا کلا تو همچین سوالایی چجوری باید مساحتش رو به دست بیاریم. به من بگه مساحت زیر نمودار چقدره، یا بچه مثلا سوال میده میگه که تو نمودار مستطیلی، میگه در نمودار مستطیلی خب فراوانی دسته مثلا دوم چقدره. بهت داده دیگه، گفت آقا اینجا چنده؟ 1. فراوانیش 1. یا مثلا میگه درصد دسته سوم چقدره، دسته سوم چند درصده. نگاه کن،
دسته سوم چند تا داره؟ دو تا. کلش چقدره؟ بشمر. 3 با 1 = 4، با 2 = 6، با 4 = 10. 2/10 ضرب در 100 دیگه. تو درصد میخوای حساب کنی دیگه. چند درصده؟ 20%. یا مثلا میگه دستی آخر چند درصده؟ 4 تقسیم بر 10 ضرب در 100. پس اگه خواستی درصد حساب کنی، چجوری حسابش میکنی؟ میگی هر کدومشو که خواستم، اینو خواستی، اینو خواستی، اینو خواستی، اینو خواستی، هر کدومه که دلت خواست. دل خواهی که نیستش، خود سوال میده دیگه. تقسیم بر کل داده ها میکنیم. کل داده ها یعنی جمعشون کن همه رو، بعد ضرب در صد کن. اینم از این چیز خاصی نداره. اما نمودار دایره ای، نمودار دایره ای ببین جریان نمودار دایره ای چیه. نمودار دایره ای به این صورته که ما ممکنه یه جدول داشته باشیم. خب به همون بگی نمودار دایره ایشو بکش. البته این برای کلاس دهمه، کنکور که کشیدن نداره که، تجزیه تحلیلش مهمه. تو اول یه فرمول بلد باش واسه من، این که اگر خواستی زاویه هر قسمت رو حساب بکنی باید بیای چیکار کنی. زاویه رو حالا یا با آلفا نشون بده، حالا بهم میگن آلفا، اسمش آلفاه. بچه های انسانی زیاد با اینجور چیزا سر و کار نداشتن، آلفا تتا اینا رو نداشتن. حالا ممکنه بیاد با این نشون بده، مهم نیستش. میشه فراوانیش یعنی تعداد اون قسمت، تعداد اون قسمت تقسیم بر کل داده ها ضرب در 360. به تو چی رو میده این؟ زاویه رو میده. اگه تو اینو به دست بیاری این به تو زاویه رو میده. ها؟ پس زاویه‌ای که داره به تو میده باید از این فرمول به دست بیاری. میشه اف آی انوم ضرب در 360. دقت کن، ما حالا اول باید بفهمیم نمودار دایره‌ای بیشتر برای متغیرهای کیفی که دارای حالتهای کمتری هستن استفاده میشه. آقا یعنی چی؟ ببین اونایی که توصیفیان خیلی کاربرد داره. الان مثالشو برات میارم. اون توصیفیا میایم از اونا استفاده میکنیم و نمودار دایره‌ای میکشیم. اما اگه تعدادشون زیاد باشه چی؟ مثلا من این جدولی کشیدم، حالا این تبلیغ نیستش، همینجوری علکی نوشتم، یه جدولی کشیدم. خب توصیفی دیگه واسه آدامسا رو داره میگه. خب آدامسا رو داره میگه، میگه این آدامسای ماه، تعدادشون هم داده. آدامس چیه؟ آیا ترتیب؟ اصلا آیا کیفیه یا کمیه؟ کیفیه دیگه، توصیفیه دیگه. حالا که کیفیه، حالتاش اگه کم باشه من میتونم نمودار دایره‌ای بکشم. فکر کن اینا 100 تا بود، تو چی کار میکردی؟ دایرت همینجوری ریز 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 تیکت به درد نمیخوره که. اصلا نمودار دایره‌ای رو برای چی میدن؟ برای این به شما میدن که شما راحت بتونی تجزیه و تحلیلش بکنی، توی تحلیل به مشکل بر نخوری. حالا ما میخوایم نمودار دایره این رو رسمش کنیم. اولین کاری که میکنی زاویه تک تک اینو به دست بیار، یعنی زاویه شیک رو اول بیا حساب کنیم، آلفا شیک رو حساب کنیم. میشه فراوانیش چند تایه؟ 5 تایه. کلش چند تایه؟ 5 و 1 = 6، با 3 = 9، با 1 = 10. ضرب در 360 میکنم. درسته بچه ها؟ الان زاویه آدامس شیک به دست اومد. خب
چیکار کن؟ میتونی صفره رو با صفره بزنی، میتونی اینو با این ساده کنی بشه دو، 360 هم تقسیم بر دو میشه 180 و سلام. پس آلفا شیک به دست اومد. برو دونه دونه آلفا مثلا تریدنت رو حساب کن، آلفا تی میشه 1/10 ضرب در 360 میشه 36 درجه. یه علامتی همچین چیزی هم میذارم بالاش. من یه بار سر کلاس یه همچین چیزی گذاشتم، گفتم که آقا این 2 درجه است. بچه ها گفتن که آقا این 2 به توان 0 میشه 1 دیگه، درسته؟ گفتم عزیز من این درجه است، این توان نیستش ها بچه ها، این توان نیستش ها، سوتی ندینا. خب شما با سوادتر از این حرفایی. آلفا تریدنت هم به دست آوردم، آلفا اوربیت رو حساب کن چقدر میشه؟ میشه 3 تقسیم بر 10 ضرب در 360. این صفر رو با این صفر بزن، 3 تا 36 تا میشه 180. و آلفا پرستو هم اگه بخوام حساب بکنم چی میشه؟ میشه 1 تقسیم بر 10 ضرب در 360 میشه 36 درجه. یعنی تو الان بزرگ بزرگت چقدر شد؟ شیک. ماشاءالله از همه هم بیشتر فروش داره. اونم پول خورد ندارن احتمالا. خب آلفا شیک به دست اومد. بچه ها این 180 درجه مربوط به شیک شد. درسته؟ بعدی رو نگاه کن. تریدنت 36ه. اینم 36ه. اما ما اینجا این اوربیتر رو داریم 108. تقریبا اینجا رو میگیرم 108. خب دو تا هم 36 درجه، این هم به 2 قسمت تقسیم کن، میشه پرستو و میشه تریدنت. تموم شد. این شد نمودار دایره ایمون. حله؟ خب پس اگر به شما گفت زاویش چه حالتی داره میشه اف آی انوم ضرب در 360. حالا یه سوال، اگه بگه چند درصده، درصدش رو چجوری حساب میکنیم؟ به جون 360 چی میذاریم؟ 100. درصد باید ضرب در 100 کنیم دیگه. پس بنویس بر خودت، اگه درصد بهت داد اف آی انوم ضرب در 100 میکنیم. حله؟ اوکی بریم بعدی. ببین نمودار نقطه ای هم که از همه آسون تره قسمت آخرشه. نمودار نقطه ای میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه آقا ما یه سری دیتا داریم، مثلا عدد 1 داریم، عدد 2 داریم، عدد 3 داریم و عدد 4 داریم. بعد میاد بالاش نقطه میذاره، مثلا اینم بردارم، میاد بالاش نقطه میذاره. میگه آقا از 1 ستاه، حالا ممکنه کنارش بنویسه هر نقطه بیانگر 1000 تاست، ممکنه کنارش بنویسه دیگه. میشه از 1 3000 تا داریم، از 2 2000 تا داریم، از 3 4000 تا داریم، از 4 مثلا 1000 تا داریم دیگه. از این آسونتر دیگه نداریم دیگه. اما مثال ها و تست هایی که ممکنه ازش بیاد چه حالتی داره، خوب دقت کن ببین جریان چیه. شکل مقابل نمودار میله مربوط به 5 متغیر است. در نمودار دایره‌ای متناظر زاویه مرکزی مربوط به دسته ای چند درجه است؟ آقا یعنی باید بریم نمودار دایره‌ای همه رو بکشیم واسه زاویه‌هاشو به دست بیاریم؟ نه. چه کاریه؟ این نموداره تو بلدی، نمیخواد این کارو بکنی ها، ولی من میخوام برات بنویسم. تو بلدی تبدیل کردن اینو بلدی، چجوری باید تبدیلش کنیم؟ ناکن به چی؟ به جدول. ما الان اینو میدونیم داده هامونه، اینم میدونیم فراوانیمونه، درسته بچه ها؟ داده هامون چی هن؟ A B C D
دی و ای. درسته؟ خب بوده اینجا از دادی ای آ، ببخشید از دادی آ چند تا داریم؟ 10 تا. از بی اینجا رو علامت بزنید، اینجا 3 تاه، اینجا هم 12 تا. بی میشه 3 تا، سی میشه 10 تا، دی میشه 5 تا، ای هم میشه 12 تا. خب یعنی تبدیل کردن اینو به راحتی هرچه تمامتر باید بلد باشی، نخواست سوالا خودم دارم میگم. اما آقا ما میخوایم زاویه ای رو به دست بیاریم، زاویه این آلفا ای رو میخوام به دست بیارم. چجوری؟ تعداد تقسیم بر تعداد کل. تعداد ای چند تاست؟ 12 تا. تعداد کلش رو بشمر، 10 با 3 13 23 28 30 و 40، ضرب در 360 میکنم. اف آی انام ضرب در 360. درسته؟ بوده اینجا، اینو با این بزن. 36 با 4 ساده میشه، میشه 9. ضربش کن، 9 دوتا 18 تا، 9 یکی 9 تا، میشه 108 تا. درسته بچه ها؟ خب یعنی ما الان زاویه آلفا ای رو به دست آوردیم. گفته بود زاویه مربوط به دسته ای چند درجه است که ما زاویهش رو به دست آوردیم. اینم از این. بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی رو نگاه کن، تجزیه تحلیلش کنیم با هم. با توجه به نمودار خط شکسته مقابل، خب اینجا گفته روزای هفته، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه. من نمودار میلیشو بکشم برات، بعد دیگه بقیهش هیچ مشکلی نخواهی داشت قطعا. اینجا میشه روزهای هفته، اینجا میشه تعداد متولدین، متولدین یک بیمارستان. از شنبه شروع کرده تا جمعه رفته جلو. خب اونجا هم که جا نشد دیگه. از شنبه که بریم، شنبه 10 تاست. آقا مگه نمودار نمیخواد؟ داری جدول میکشی؟ آره دارم جدول میکشم، بعدش واسه خودت بکش، این اصلا لزومی نداره. یک شنبه 13 تاست، دو شنبه 12 تاست، سه شنبه 18 تاست، چهار شنبه 18 تاست، پنج شنبه 15 تاست، جمعه هم 4 تاست. نمودار میلیش هم که خودت میتونی بکشی دیگه، فقط این خطا رو باید برداری، این میشه نمودار میلیش. اینا رو پاک کن، این میشه نمودار میلیش. گفته نمودار دایره مربوط به آن را به حسب درصد رسمش کنید. یعنی چی؟ یعنی من الان باید مثلا شنبه رو حساب کنم، درصد شنبه چی میشه؟ درصد شنبه میشه 10 تقسیم بر کلش، جمع کلش رو حساب کن، تعداد کل، ضرب در 100 کن. درسته؟ عددهایی که به دست اومد رو این دفعه میای رو نمودار دایره‌ای رسمش میکنی، این دفعه نمودار به صورت درصد به تو میده. تمام، اینم از این. بودو بریم بعدی. سوال سوال قشنگیه، سوال بعدی خیلی هم سوال خوبی. در شکل مقابل اگر فراوانی بزرگترین دسته 120 باش. خوب دل بده به کار، ببین بزرگترین دسته منظورش چیه. وقتی میگه فراوانی بزرگترین دسته 120 باشد، فراوانی کوچکترین دسته چقدر است؟
دقت کن، اولین چیزی که به ذهنت میرسه اگه این 90 باشه اینم 90، 180، خب این ایکس هم 180. اینو قبول داری؟ حالا ما فرمول زاویه رو بلدیم، زاویه برابر است با اف آی تقسیم بر ان ضرب در 360. مگه اینو بلد نیستی تو؟ خب حالا که اینو بلدی، ما اینجا فراوانی یعنی اف آی بزرگترین دسته رو داریم. بزرگترین دسته کجاست؟ ایناهاش اینجاست. میبینی؟ بزرگترین دسته رو داری. چند درجه است؟ 180 درجه است. بله، اف آیش هم که داری، 120. ما دنبال چی میگردیم بچه ها؟ دنبال این انه میگردیم. میخواییم انه رو پیدا کنیم ببینیم ان چقدر میشه، یعنی تعداد کل داده های من چقدر میشه. خوب دقت کن، ما میایم چی کار میکنیم؟ خب یه ساده کن دیگه. یعنی من بیام از این ور، ببین شما اگه کسر داشته باشی یا نه، کسرم نباشه، شما میتونی صورت ها رو با هم دیگه ساده کنی، مخرج ها هم با هم ساده کنی اگه عدد باشن، هیچ مشکلی هم نداره. یعنی شما اینجا میتونی 360 رو با 180 ساده کنی، میشه دو دیگه، درسته؟ اومدم سادهش کردم. خب حالا چی کار کنیم بچه ها؟ یه مخرج یک بهش بده، اون برم که کلن شد یک. صورت در صورت میشه 240، مخرجم که n، این شد یک. یه طرف این وسط این کنی n میشه 240. یعنی بچه ها تعداد کل داده های من شد 240. پس من اینجا می نویسم n شد 240. آقای ترابی، بله، اصلا اینو از ما نخواسته که. چی خواسته پس؟ فراوانی کوچکترین دسته رو خواسته. کوچکترین دسته یعنی این اینو ازت خواسته. اینو چجوری به دست بیارم؟ تا اینجا رو بنویس کامل، ویدیو رو هم ببین، یه بار دیگه از اول بزن عقب، مجدد نگاه کن تا بریم من یه بار دیگه فراوانی کوچکترین دسته رو حساب کنم. الان ما چی کار کردیم بچه ها؟ ما اومدیم فقط اینو به دست آوردیم 240. حالا فراوانی کوچکترین دسته رو از من خواسته. یعنی من اگه داشته باشم اف آی اینوم ضرب در 360، چقدر میشه زاویش؟ 30 درجه. اینو قبول داری؟ حالا اگه همچین اتفاقی بیفته و بشه 30 درجه، ما کل داده ها رو هم که داریم 240 تا، خب افش رو به دست بیار دیگه ببینیم افش چقدره. بیا ساده کنیم یه ذره، این صفره رو با این صفره بزن، قبوله؟ اینجا هم اگه من اینا رو با هم ساده کنم، بیا اینجوری بنویسیم که راحت تر باشه. اف آی ضرب در 36، یه مخرج یک بده، تقسیم بر 24 به 30. بچه سوال سوال سختیه ها، اصلا هم ساده نگیرش. حالا من اگه دو طرف اینو به 3 ساده کنم، این میشه 12، این میشه 10. حالا اینم با این ساده کن دیگه، اینم با این ساده میشه، میشه 2. طرف این وسط این کن، اف آی میشه 20.
یعنی تعدادی که ما از اینجا به دست آوردیم چند تا شد؟ شد 20 تا. فراوانی کوچکترین دسته چقدره؟ 20 تا شد. بچه عزیز حتما حتما این سوال رو ارزش این رو داره که دوبار سه بار و چهار بار برای خودت حل کنی. سوال سوال قشنگیه. پس حتما حتما سوال رو مجدد بزن از عقب و چند بار برای خودت حلش کن. بود بریم بعدی. سوال بعدی رو نگاه کن. من بالایی رو پاک کنم که با اینا قاطی نشه. بریم برای مثال شماره 39 و ببینیم حلش چجوری. مثال خیلی قشنگی هنه. قدرش رو بدون. میگه نمودار دایره ای اهدای خون افراد مراجعه کننده به یک دستگاه انتقال خون به صورت مقابل است. چند درصد این افراد در گروه خونی او قرار دارند؟ دقت بالا. گروه خونی او بچه زرنگ، این طراح سوال این او رو نداده به چند درجه است. درجهشو بهت نداده. خب بیا اول درجهشو حساب کنیم. ببینیم آقا درجهش چقدره؟ بعد درصدشو حساب کنم. دیگه روش قشنگی هم بهت میگم واسه درصد. نگاه کن. گروه خونی او. اگه این 102 باشه، این 108 باشه، میشه 210. با 96 میشه 306. 306 به علاوه یه چیزی باید بشه 360. میبینی؟ کل دایره 360 درجه است دیگه. خب این از اون وقت ایکست به دست اومد. چند درجه؟ 54 درجه. 54 درجه. درسته؟ خب یعنی الان ما این اوه رو 54 درجه حسابش کردیم. به دردت میخوره؟ نه. این طرح سوال اگه باشه گزینه یک رو قطعا میذاره 54 درجه. تو حواست نیست سر آزمون. من بهت قول میدم انقدر بیدقتی میکنی بعضی وقتا سری گزینه رو میبینی میزنی، بعد میای حساب میکنی 90 زدی توی میبینی تو کنکور زدی 2. علتش اینه. میام چیکار میکنیم بچه ها؟ ما الان میام تناسب مینویسیم. میگیم یه ور رو بنویسیم زاویه، یه ور هم بنویسیم درصد. اگه زاویه‌مون کامل باشه 360 باشه چند درصده؟ 100 درصدشه دیگه. حالا اگه زاویه‌مون 54 درجه باشه این چقدر میشه؟ این مجهول میشه. میخوام این مجهوله رو حساب کنم. بیا بالا بنویسیم، ادامهش رو بالا بنویسیم. این درجهش هم بردارم که قاطی نکنی صفر نیستش، نمیدونم هر چیز دیگه. اگه بخوام طرف این وسط این کنم، اول میتونی اینو با این ساده کنی. خب اینم میتونی به 9 ساده کنی. به 9 اگه ساده کنی، 9 4 تا 36 تا، اینم به 9 ساده کنی میشه 6. حتی باز به 2 هم میشه ساده کرد. به 2 میشه 2، به 2 میشه 3. حالا طرف این وسط این کن. 2 آ میشود 30، آ میشه 15. پس این چند درصدشه؟ 15 درصدشه. تموم شد. بود بریم مثال بعدی. مثال 40. مثال 40 من حل نمی کنم برات، انقدر آسون و انقدر ساده است که خود از اختش بر میای قطعا. میگه نمودار میلهیش رو رسم کن، نمودار دایرهش رو رسم کن. بر خودت مثال بعدی که تست دیگه، تست 91. با توجه به نمودار میله داده شده میانگین داده ها کدوم است؟ بچه چیکارش کنیم این سوال رو؟ من فقط فرمتش رو بهت بگم. نگاه کن، اینجا میشه داده، اینجا میشه فراوانی. از داده 4 چند تا داریم؟ بدو 2 تا. از داده 7 7 تا داریم. از داده 10 5 تا داریم. از داده 13 6 تا داریم. درسته بچه ها؟ حالا میای میانگین به دست میاری. میانگینش چجوری بود آقا ترابی؟ گفته بودم بهت ضرب جمع،
ضرب جمع. اینجوری باید بریم جلو دیگه. یادته؟ نگاه کن. ضربش کن. جمعش کن. من محاسباتش رو که انجام ندم با خودت نگاه کن. 4 تا 8 تا 49 تا 50 تا 13 هم ضرب در 6 کن. 6 3 تا 18 تا 6 1 6 تا 78 تا. درسته؟ تقسیم بر تعداد 9 9 و 5 14 20. اینو حساب کن دیگه خودت. بودو بریم بعدی. سوال بعدی. سوال بعدی انقدر آسونه دیگه اصلا من حلش نکنم دیگه. گفتم میانگین داده های نمودار نقطه مقابل کدومه؟ آقا چند تا 8 داریم؟ 2 تا 8 داریم، یه 9 داریم، یه 10 داریم، یه 11 داریم، دو تا هم 12 داریم. جمع کن، تقسیم بر تعداد کن دیگه با خودت دیگه. این زایه است واقعا حلش کنیم. اما تست بعدی که رفتش، خب تست بعدی رو نگاه کن. میگه که آقا تفاضل میانه و مد چقدره؟ تفاضل میانه و مد تو اینجا چقدره؟ اول اینکه مد میشه بیشترین مقدار. این فکر میکنم گزینه هاش هم مشکل داشت، حالا با هم چک میکنیم. مد الان چقدره؟ آقا از 29 4 تا داریم دیگه، از همه بیشتره. پس الان میدونیم 29 میشه مد. میانه میشه عدد وسطیه. بیا بشماریم ببینیم جریان چیه. ما الان چند تا عدد داریم؟ یه دونه. چند نفر داریم؟ عدد که نه، دو نفر، سه نفر، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هیفده، هیجده، نوزده، بیست، بیست و یک و بیست و دو. بیست و دو نفر داریم. اگه تقسیم بر دو کنیم میشه یازده. میانگین عدد 11 و 12 میشه میانه ما. بیا بشماریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. این عدد 11 هم یعنی 25، اینم عدد 12 هم یعنی 26. درسته بچه‌ها؟ خب ما الان میایم 25 رو با 26 جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میکنیم، میشه 25 و نیم. وسطش دیگه جمعش بکنم میشه 51، تقسیم بر 2 میشه 25 و نیم. اگه این دوتا رو از هم دیگه کم بکنم میشه 4 و نیم. گزینه 4 رو درستش کن، میشه 4 و نیم تا. بریم تست بعدی. وای که چقدر این سوال خوبه. تست شماره 100 خیلی تست قشنگیه. تست شماره 100 که میخوایم تجزیه تحلیلش هم با هم انجام بدیم، بریم ببینیم جریانش از چه قراره. ببین نمودار تقریبا میله‌ای رو داده، مستطیلی نیست، این حالت میله‌ای کشیده بر من، مستطیلی کنار همه. اومده گفته آقا این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن. یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی این که ما میدونیم بیشترین فراوانی باید بیشترین زاویه رو داشته باشه. خب اینم 200 درجه است دیگه. 100 باشه، 60 باشه، اینم 200 دیگه. یعنی بچه ها آ بیشترین، یعنی الان فراوانی آ بیشترین درجه رو داره. یعنی چقدر رو داره؟ 200 درجه رو داره. بعدی چیه؟ بی. بی از همه کمتره، یعنی چقدره؟ 60 درجه است. و اما یه دونه هم داری، 5 وسطی است، یعنی 100 درجه، 50 باش، یعنی 100 درجه. این دستبندی رو بر خود داشته باش، کوچیکه، متوسطه و چی بچه ها؟ از همه بیشتر. خب حالا چی کار میکنیم؟ میایم میگیم بچه ها این زاویه‌ش رو داریم، فراوانیش هم داریم. یعنی ما الان بلدیم اف آی انومش ضرب در 360 که خودش گفته شده 100 درجه، ما فراوانیه رو داریم که 50.
بیا از این سوء استفاده کنیم و چی رو به دست بیاریم؟ انه رو به دست بیاریم، تعداد کل داده ها رو به دست بیاریم. بچه ها میگن خب آقا چه کاریه، یه دفعه بریم آبی رو به دست بیاریم دیگه. نمیتونی. میدونی چرا؟ برای اینکه تعداد آ رو که ندارم، اینجا آه، تقسیم بر تعداد کل داده ها ضرب در 360 میشه 200 درجه. تو الان آ رو میخوای به دست بیاری، خب اینو نداری که. اول باید برم اینه رو به دست بیارم، به خاطر این نوشتمش. اول این صفر رو با این صفر زدم، این صفر رو با این صفر زدم، 5 تا 36 تا میشه 180 تا. یعنی 180 تقسیم بر n میشه 1، طرفین وسط این کن، n میشه 180. حالا بیا اینجا n رو بذار 180 و a رو به دست بیار. سوال یه مقدار داره اذیتت میکنه. این با این بره میشه 2، ساده کن دو طرفو، اینم با این ساده میشه، میشه 100، a میشه 100. اما بی رو چه جوری به دست بیاریم؟ عین همونه، فرقی نمیکنه. بی تقسیم بر 180 ضرب در 360 باید چند درجه بشه؟ 60 درجه. درسته؟ خب من اگه این صفر رو با این صفر بزنم، 36 هم تقسیم بر 18 میشه 2، اینم با این ساده کنم میشه 30. بی هم شد 30. درسته بچه ها؟ 100 منهای 30 هم شد 70. تمام. ویدیو رو حتما چند بار ببین، سوال خیلی سوال قشنگ و مهمیه. اما بریم بعدی. یه دونه فکر کنم تست جا انداختیم. خب نه اوکی، تست بعدی رو نگاه کن. سوال آسونیه، سختم نیستش. گفته آقا فراوانیاشو داریم، بگو کدومش دایره ایشه. من میخوام زاویه اولی رو حساب کنم. زاویه اولیه میشه 20 تقسیم بر کلش 60 ضرب در 360. درسته؟ صفرشو بزن، 36 هم به 6 میشه 6، میشه 120. آلفا دومی هم به دست بیاری جواب در میاد. آلفا دوم میشه چقدر؟ میشه 10 تقسیم بر 60 ضرب در 360. اینم با این بزن، اینم با این بزن، میشه چقدر؟ 60 تا. درسته؟ 120 60. 120 باید اولیه باشه، 60 باید دومیه باشه، 180 هم باید سومیه باشه. گزینه 2. بودو بریم بعدی. خب و سوال بعدی بچه ها، که سوال آخرمونم هست که دیگه تا سر نمودار چند متغیره میایم. گفته نمودار جعبه ای 12 داده آماری مرتب شده به این صورت. مرتب شده، خیلی قشنگه این سوال. حاصل اونو کدومه؟ حالا اون چیزی که خواسته از ما. اول تی کوچیکترین عدده، کوچیکترین عدد چنده؟ 2. خب تی به دست اومد. ایکس بزرگترین عدده چنده؟ 34. اینم به دست اومد. میبینی؟ حالا برو میانه رو به دست بیار. ما به این میگیم میانه دیگه، به این میگیم Q2، به این میگیم Q1، به اینم میگیم Q3. برو میانه رو به دست بیار که برابر 22. ببین میانه چند، اصلا میشه ازش استفاده کرد یا نه. تعدادش رو بشماریم، 2 تا، 4 تا، 6 تا، 8 تا، 10 تا، 12 تا. 12 تا عدد داریم بچه. تقسیم بر 2 کن میشه 6. عدد ششم و عدد هفتم میشه میانه، یعنی جمعش تقسیم بر 2 دیگه. بیا بشمر 2، 4، 6 و 7، این دوتا. یعنی من اگه بردارم زد و
با 23 جمع کنم تقسیم بر 2 کنم باید بشه میانه. یعنی چند؟ 22. درسته بچه ها؟ یه طرف این وسط این بکنید، یعنی زد به علاوه 23 میشه 44، بنداز اونور، زد ما میشه چقدر؟ میشه 21. 4 منهای 3 میشه 1، 4 منهای 2 میشه 2، پس این شد 21. میانت هم که داری، میانم شده 22. حالا بیا دوباره قبلش، قبل میانه دوباره میانه بگیر. چند Q1؟ 14. یعنی از اینجا تا اینجا باید میانش بشه 14. بیا پاک کنیم بنویسیم. من یه چیزی بگم بچه‌هایی که بحث میانه رو یاد نگرفتن، چارک ها رو یاد نگرفتن، تو اینا مشکل برمیخورن. چون اصلا من الان درس نمیدم، دارم تونتون سوالش رو حل میکنم. اول باید تسلط پیدا کنی روی چارک ها. اگر روی این گیر داری بدون چارک بلد نیستی به دست بیاری. ما الان عددامون چیه؟ 2، 11، 15، 17 و 21. اگه بیام میانه اینو به دست بیارم باید بشه 14. اینجا باید بشه، یعنی این دوتا رو با هم جمع کن تقسیم بر 2 بکن میشه 14. ایگرگ به علاوه 15 طرف این وسطه میشه 28، ایگرگ هم میشه 13. درسته بچه ها؟ یعنی ما الان ایگرگ اونم شد 13. همه رو به دست آوردید که بذار اونجا حلش کن. خب تا سر نمودار چند متغیره امروز فرصت شد درسش رو بدیم. انشاءالله 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 جلسه بعدی درس رو تموم میکنیم، آمار 11 رو هم تموم میکنیم. خسته نباشین، خدا نگهدار شما. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته